ادعای اینها در مقابل ملت ایران و در داخل ایران هست، به خاطر که اینا بیگانن و با بیگانی که در دیگر کشورهای جهان و در دیگر قسمت‌های جهان هستند تفاوتی ندارن. اگر کاری انجام میدن، ببینید مثلا مرزبانی میکنن، مرزبانی با نمیدونم پادشاهی یا نمیدونم حکومتی کشور متفاوته. شما نگاه کنید، نادر قلی افشار مرزبان بود، خواجه مخنث تاجدار مرزبان بود، تمامی در واقع سلاطینی که بعد از شکست امپراتوری ایران به سر قدرت رسیدن فقط مرزبان بودن. اینا با ملت ایران دشمنی تاریخی خودشون رو داشتن و دشمنی به قول معروف کینه تاریخی خودشون رو با ملت ایران داشتن و پدر ملت ایران رو در آوردن در طی این 1400 سال. اگر از تمامیت ارضی این سرزمین در واقع دفاع کردن، نه به خاطر ملت ایران، نه به خاطر کشور ایران بوده، به خاطر اینکه اینا یه طعمه گرفتن و این طعمه رو ازش استفاده میکنن در مقابل دیگر در واقع گرگهایی که از دیگر کشورهای جهان میخوان روی سر این طعمه بریزن. ولی هرگاه که لازم شده در طی تاریخ، اینا گامهایی به عقب گذاشتن و بیگانه دیگری رو سر این سفره دعوت کردن. سخن من با کردها هست. کردها نباید اشتباه کنید. در منطقه عرض شود که شما فکر نکنید که میتونید به یک اتونومی یا به قول معروف حکومت مستقل دست پیدا کنید. کردها زیر دندان چهار کشور قرار گرفتن. کردها دلاور و سلحشور هستند، ولی این دلاوری و سلحشوری که تنها نمیتونه کاری انجام بده، باید خردمندانه در واقع راه مناسب مبارزه رو پیدا کرد. ببینید اگر ما بخوایم مبارزمون رو دست کشوری بدیم، اگر بخوایم کشور دیگری برای ما نمیدونم واژه مسخره دموکراسی که من هیچ وقت بهش معتقد نبودم، دموکراسی بیاره، آزادی بیاره، نمیدونم رهایی برای ملتی، هیچ کشوری برای کشور دیگه رهایی نمیاره. کردها این اشتباه رو مدامن در طی تاریخ کردن. مبارزه باید به دست خود کرد بیفته، رهایی به دست خود کرده، آزادی رو فقط کرد میتونه بگیره، کس دیگری به کرد آزادی نخواهد داد. کردها نباید در حال حاضر که جهان در واقع کاملا مواظب این منطقه هست، کاملا از در واقع یک کردستان آزاد سخن به میون بیارن، برای که این مشکل ایجاد میکنه. این دولت عراق رو از یه طرف، دولت سوریه رو از یه طرف، دولت ترکیه رو از یه طرف، دولت ایران رو از یه طرف میندازه به جون کردها. و کردها این تجربه تاریخی رو دارن، باید یه روزی از این به قول معروف درس بگیره کرد ایران، باید این دلاورا از این تجربه تاریخی درس بگیرن. بسه، بسه کشته شدن این فرزندان این سرزمین، بسه یکی از به قول معروف دیرینه ترین فرهنگ ها و تمدن های جهان رو این گونه به خاک و خون کشیدن سر اشتباهات در واقع تاکتیکی. استراتژی تمام مردم جهان به هم نزدیک شدن و اتحاد و به وجود آوردن در واقع دولت های قدرتمند و متمرکز هست، ولی این متفاوته با اینکه در شرایط ناعادلانه‌ای که در منطقه هست کردها سخن از نمیدونم اتحاد کردستان فلان به میون بیارن. این کردستان یا باید زیر یوغ یک کشور بیگانه باشه که تفاوتی نمیکنه، بیگانه رو نمیتونیم توی خونمون راه بدیم و تقاضای این رو داشته باشیم، و یا در واقع فکر این رو بکنیم که با حضور این بیگانه ما در خونه خودمون صاحب خونه هستیم. نه، نمیتونیم. باید کردستان، کردستان ایران، کردستان مادره.
کردستان ایران صاحب ایرانه، بنیان گذار ایرانه. ایران کلید منطقه است، منطقه ایران باید آزاد بشه. تا ایران آزاد نشه جهان به شرف سوگند که آزاد نخواهد شد. ما این تجربه تاریخی رو داریم. زمانی که شاه ایران، من از نمیگم شاه ایران اشتباهات سیاسی نداشت، بسیار داشت، نمیگیم که در زمان شاه ایران منطقه نمیدونم کاملا امن بود و مدینه فاضله برای همه بود، نه، ولی این گونه نبود. مردمی از یک آرامش نسبی، از یک دموکراسی نسبی، از یک وضعیت اقتصادی نسبی برخوردار بودند. زمان شاه هم در کردستان مثلا کارخونه نبود، نمیدونم اون چه میگن شکوفایی اقتصادی نبود، سخنی بر سر این مسائل نبود جناب، نیست جناب کردستانی، ولی این گونه که امروز هست نبود که بخوان فرزندان این سرزمین رو به ماشین ببندن و بکشن تو خیابون. سخن بر سر ایرانه. من این بقول معروف مقوله‌ای که شما مطرح میکنید، همبستگی اقوام ایرانی رو، من این رو به جان دل میخرم، برای اینکه اگر این اتفاق نیفته باور کنید که هیچ گروهی در منطقه آزاد نخواهد شد. یک دولت خواهش میکنم بفرمایید. خردها در چهار طرف و در چهار کشوری که اسم بردی به اضافه سه کشور دیگه در محاصره هستیم، هیچ فریاد رسی هم نیست. ما چه بکنیم؟ نداریم به جنگیم که ما امکانات جنگی، نه هواپیما داریم، نه هلیکوپتر داریم، نه فریاد رسی هست. همبستگی اقوام ایران رو تشکیل دادیم به خاطر استقلال کشورمون، به خاطر این که ثابت کنیم که بابا ما اهل سرزمین ایران هستیم. درود بر شما. بله. اینه که ما اینو اعلام کردیم و تقاضا کردیم همه اقوام ایران دست دست هم این رژیم رو بدون دخالت کشورهای خارجی و جنگ دیگر خودمون به زانو بکشیم، حکومتی تشکیل بدیم که لایق ایرانی هاست، که شایسته اقوام ایران باشه و سایر اون خاکهایی که باید پس بگیریم و زورمون نمیرسه، ولی میشه خاکهای کردستان رو پس بگیریم. جناب کردستانی، ما باور کن لازم نداریم چیزی رو پس بگیریم. سخن بر سر اینه که ما اگر بتونیم سرزمین خودمون رو آزاد بکنیم و اون قانونمندی سرزمین ایران رو برقرار کنیم. جناب کردستانی، من تاریخ رو میشناسم و تمام مکاتب سیاسی جهان رو و مکاتب فلسفی جهان رو با خبر هستم نظرش. سخن بر سر دموکراسی و نمیدونم جمهوری و اینها نیست در ایران، اینا درمان این سرزمین نیست. اگر ما بتونیم کشور ایران رو برگردونیم به یک کشور قانونمند، قانونمند یعنی کشوری که در گذشته بر طبق قوانین مشخصی که در سیر تکاملی جامعه پیشرفت کرد و به وجود اومد، به این قوانین دست پیدا کنیم که جهان از ایرانی ها آموخته. امروز شما نگاه کنید، هیچ جای جهان دموکراسی نیست جناب کردستانی. بله. واژه دموکراسی هوشنگ رو که نمیتونه گول بزنه، ممکنه چند نفر رو که نمیدونم مارکسیست هستن، اصلا دموکراسی اصلا یه واژه مارکسیستی، اصلا طرفدار این سخن مارکسیست ها هستن. دموکراسی بازی و نمیدونم، ما یک ملتی هستیم که در واقع به قانونمندی آشنا هستیم، ما به جهان قانونمندی رو آموختیم. در جهان دموکراسی نیست به شرف سوگن، قانونمندی که از ملت ایران آموختن هست. شما نگاه کنید، برید توی کشور آلمان، برید توی کشور انگلستان، بگید آقا ما اصلا قانون رو کار نداریم، که شما اجازه ندارید مثلا بیگانه رو، مثلا کله سیاه‌ها رو بزنید، ما این کاری نداریم. ما میگیم آقا اینجا کشور دموکراسی،
قانونم من نمیکنه شما برید مثلا ایرانی‌ها رو تو سرشون بزنید یا ترک‌ها رو یا هر. دو ساعت نمیکشه ملتی که از نمیدونم میدل ایست یا خاورمیانه اومدن همه رو میخورن.